وحیدی مدرس 92 ساله ریاضی 72 ساله که دارن تدریس میکنن، از چهره‌های ماندگار علمی کشورمون هستن. خیلی خیلی خوش آمدید. اول به من بگید که الان در 92 سالگی، در 92 سالگی اولا راز سلامتیتون چیه؟ ماشاءالله هزار ماشاءالله سرحالی. من عرض کنم که اولا استراحت کافی ندارم اینقدر که بگم خواب زیاده، نه کم خوراکی. کم خوراکی؟ ها، کم غذا میخورن. دوم حرکت، راه رفتن، تحرک دارید؟ سعی میکنم اکثرم پیاده برم. از این پیاده رفتن ها خیلی استفاده کردم، شاگردام رو دیدم، خوشحال شدم آنها من رو دیدن چون پیاده بودم. آقا کم غذا خوردن، به اندازه کم غذا خوردن و پیاده روی و تحرک راز سلامتی ایشونی که ماشاءالله در این سن تحقیق میکنن و بروزن کاملا. من تعجب دارم، شما دارم تعجب میکنن. یعنی نسل دومش، نسل سوم که نوه ها هستن، یعنی پدرها و پسرها و نوه ها. الان ما سه نسل باشون داشتیم. بعد اون پدرها که 30-40 سال پیش، 50 سال پیش شاگردتون بودن تعجب نمیکنن؟ چرا؟ با کنشون چجوریه شما؟ من باید عرض کنم که جمعه اولی من جلو با فردوس تجریش یه اجتماعی هست، دانش آموزای قدیم همه اونجا جمع میشن. آها. من هم میان میبرن خدمتشون هست. چه جلسه ایه، چه دور همایه عالیه، چقدر اونها خوشحال میشن، من چقدر خوشحال میشم. اینا بعضیشون با نواهاشون میان، بعضی با عروساشون میان، با دامادشون میان، کل خوشحال میشم. یعنی واقعا شاد میشم. اینا من واقعا رو پا نگه میداره. نگاه میکنم به همدل زحماتم هیچ ثمر نبوده، بهتون انگیزه بیشتر میده. آقای وحیدی عزیز، عرض به حضورتون که سوالی که هست، میگن ریاضی، بچه ها این سوال رو میپرسن، میگن که چقدر نقش داره ریاضی تو زندگی یومیه ی آدم، تو زندگی خود شما بله. توی عدد و رقم و محاسبات چقدر نقش داشته؟ خیلی اثر داره. یعنی الان دوری است که واقعا میخوام ببینم شما به عنوان یه متخصص ریاضی با منی که این تخصص رو ندارم چه فرقی میکنه در زندگی روزانه. ریاضی راهگشای زندگیه. آها. نظر من، چون دیدم دانش آموزان منی که در رشته ریاضی هستم موفقیتشون بیشتره. من تو دبیرستان میرفتم سه رشته بود، کلاس ریاضی، تجربی، انسانی. انسانی حالت خاص خودش داشت میرفتم، تجربی هم یه خواسته دیگه، ولی ریاضی اصلا وضع دیگر بود. دانش آموزان در کلاس ریاضی نشسته بود، اصلا دیدشون دید دیگه بود، مثل چشماشون جذابتر بود، من بیشتر به خودشون جذب میگم، تجربه میگم. نه واقعا میخواد و خیلی هم سرحالتره، بهتر توجه میکنه. تجربی هم بود ولی مثل ریاضی نبود. انسانی که خیلی کمتر. بله. من میگم ریاضی خیلی مؤثره، به روحیه شخص هم اثر میذاره. یعنی اونچه ریاضیه و اکثر موضوعات هم در قرآن از ریاضیه، در قرآن هم ریاضیه. یکی از موضوعاته که ما داریم کلمه 19 بسم الله الرحمن الرحیم، 19 حرف. یعنی سراسر قرآن ریاضیه. اگر کسی مطالعه کنه، دنبالش بره، ببینه اینو قرآن چقدر با ریاضی سر کار داره. الان رفتن دنبالش، تعجب میکنن. بله، ما قبل از اینکه اینها سر این کار برن، ما قبل اون تجربه کردیم. بله، کلمه عدد 19 بسم الله الرحمن الرحیم، بس از اینجا شروع میشه. کلید قرآن بسم الله الرحمن. چی ریاضی؟ زنده باد. استاد با فرزندشون اومدن، کی ازدواج کردید؟ من چه سالی؟ 28 سال 1328 ازدواج کردی و چند فرزند دارید؟ من 4 تا پسر داشتم که فوت کرد متاسفانه، یه دختر دارم. بله، خوب الحمدلله موفقا و ازشون خیلی راضیم، خدا انشاءالله راضی باشه. تفاوت بچه های دیگه با بچه های شما چیه؟ اینا علاقمندتر شدن به ریاضی به واسطه اینکه شما پدرشون بودین؟ من دوست دارم کار خودش میکردم، مهندس شدن اینا، به ریاضی رفتن، خیلی خوب موفقا. ریاضیشون بهتر بود فکر کنم نمره هاشون. من بهشون کمک نمی کردم.
یعنی از اون روش عجیب و غریب زبان خودشون بود. سر پا از سوال میکرد جوان در رد میشدم، پاشون بشینم نه. تعجب اینجا بود، اگر میخواستم پای بچه ها خودم میشدم یاد نمیگذن ناراحت میشدم، اما تعجب برای بچه های مردم راحت نمیشدم. یاد نمیگیره، دو بار سه بار حاضر بودم بگم تا یاد بگیره، اگر یاد نمیگیره ناراحتم چرا یاد نگرفته. دلم میسوخت، انقدر کنارش میشستم، انقدر نازش میکشیم تا یاد بگیره. تعجب میکردن خود بچه. حالا برای بچه های خودم من بشینم کنارشون نه، سر پا جوابشون رو میدادم و به همترم خودشون موفق. یکی از چیزهایی که ریاضی احتمالاً در شما تقویت کرده صبره، درسته؟ ریاضی آدم رو صبورتر میکنه. خیلی بعد دانش آموز گفت ما خودمون خجالت میکشیم از این تحمل شما. گفتم من تحملی نمیکنم، ندارم کار رو خودم انجام بدم، کاری نکردم، فقط به شما میگم شما به نظرتون ریاضی سخت نیاد، نگید ریاضی سخته، تا من کار درست کنم. حالتون بود تلقیم میکردم بقایشون. یعنی آقا من ریاضی نمیدونم. گفتم نگو نمیدونم، بگو میدونم. گفتم شما اول میشنی سر جلسه میگو ریاضی میدونم، با دانستن، با فکر دانستن شروع کن، کلمه نه رو نیار. و همه واقعا تلقیم میشد، اثر میکرد. عرض شود که استاد این سوال خیلی جذابه، این سوال لطفا جواب بدید، بزرگترین چیزی که توی زندگیتون ضرب و تقسیم کردید چی بوده؟ چی عدد یعنی چی رو؟ نمیدونم، بزرگترین اتفاق یا چیزی که در طول زندگی 90 و چند ساله. من گویا حساب کردم بیایم این 73 سال چند ماه کار میکنم. 73 ساله که تدریس میکنید چند ماه میشه؟ گفتیم بیایم حساب کنیم چند روزه. یا چند ساعت. بچه ها قرار گذاشته بودیم، بچه هر کدوم یه چیزی گفتن، عددش در اومد. حساب کردن که من چند ماه معلمم. چند ماهه؟ در نایمد عددش؟ نه 800 خورده بوده فکر میکنم. 800 ماه فکر میکنم اینطوری بوده. خیلی حالتا شما عددو پیدا بکنید. 876 ساعت 876 ساعته که تدریس 876 ماهه. ماهه بله. خب این هم عکسای دوران کودکی استاد هست، اگر بتونید دوستان بگیرید جالب باید باشه براتون. ایشون متولد 1304 هستن و یه پیشینه ای در این مجلد نوشته شده. تمری هم به نام استاد بابت مقامشون در تدریس ریاضی در واقع منتشر شده. این هم یه تمره و یه لوح تقدیر هم در واقع ما نشون میدیم، مؤسسه ثبت رکوردهای ملی ایران. این در واقع این لوح تقدیر از ایشون به واسطه رکوردداری تدریس، 73 سال تدریس ریاضی در کشورمون، چند نسل رو ریاضیشون رو استاد تدریس کردن، به اضافه تدریس تحقیقات ویژه‌ای داشتن، 50 و چند جلد کتاب در علم ریاضی، که ایشالله موفق باشید. خیلی لطف کردین، تشریف آوردین. خیلی خیلی خوشحالیم حضور شما رو داریم در جامعه علمی کشورمون. ایشالله بیش از پیش بدرخشید و بتونید خدمت بکنید به جامعه علمی کشور. امیدوارم که شما هم موفق باشید، اجتماع ما بیشتر پیشرفت بکنه، دانش آموزا علاقمند به ریاضی بیشتر باشن. و من باید متاسفم از درگذشت میرزا خانی، واقعا ایشون استاد ریاضی بود و من وقتی خبرش شنیدم فوق العاده متاثر شدم. یادشون گرامی. خطاب به پدر و مادرها برگرفته از سخنان استاد، اینی که ریاضی رو با بازی به بچه‌هاتون منتقل بکنید، بذارید با ریاضی اخت بشن، دوست بشن و چیز خیلی ثقیل و حجیمی تو ذهنشون نباشه. گذر دیداری بعد رو تماشا بکنید.